وزارت تحصیلات عالی طالبان از دانشگاه های خصوصی خواسته است که کتاب خانه های خود را از کتاب های خلاف فقه هنفی و کتاب های سیاسی تصفیه کننده با هم گزارش علی را ببینیم شکرالله الله وحدت رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان مکتوبی را امضا کرده و محمد سلیم افغان رئیس امور محصلان دانشگاه های خصوصی دستور ابلاغ آن به دانشگاه های خصوصی را داده که بر اساس آن کتاب های خلاف فقه حنفی بایستی جمع آوری شوند این مکتوب در حالی صادر شده است که بخش بزرگی از دانشگاهی خصوصی در سراسر سر افغانستان توسط شیعیان اداره می شوند. علاوه بر این صدها هزار دانشجوی شیعه در دانشگاه های مختلف دولتی و خصوصی افغانستان زندگی می کنند و از منابع مختلف شیعی در تحقیقات خود استفاده می کنند. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان هفته گذشته در یک سخنرانی خود در دانشگاه کنر مدعی شد که در افغانستان مذاهب وجود ندارند همه افغانستانی ها پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستند این اظهارات در حالی بیان شده است که شیعیان افغانستان دومین جمعیت بزرگ شهروندان این کشور را تشکیل میدهند و در مناسبات اجتماعی سیاسی و فرهنگی این کشور نقش عمده دارند. علاوه بر این پیروان مذاهب هنبلی شافعی مالکی و اسماعیلی و اقلیتهای های دینی هندو و سیک نیز در افغانستان زندگی می کنن. طالبان در بیش از دو سال گذشته نیز بارها اقدامات محدود کننده علیه آزادی مذهبی شیعیان افغانستان انجام دادند این گروه تدریس فقه جعفری را در دانشگاه ولایت شیعه نشین بامیان ممنوع کردند و آن را از نصاب درسی دانشگاه های این کشور حذف کردند وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنین درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای شمولیت دوباره فقه جعفری در نصاب تحصیلی دانشگاه را رد کرد. علاوه بر این در دهه محرم امسال محدودیت های گسترده و بی سابقه از سوی طالبان بر ازاداری شیعیان وضع شد. در دهه محرم طالبان برگزاری مراسم عزاداری در شمار زیادی از مساجد و تکیه خانه های شهر کابل را ممنوع کردند. و همچنین حضور دسته های در مکانهای عمومی و نصب پرچم عزاداری بر دکانها و خانه ها را ممنوع اعلام کردند. افزون بر این در روز آشورا نیروهای این گروه در موارد مختلف با ازاداران برخورد کردند و منابع محلی گزارش دادند که در استان غزنی بر اثر شلیک نیروهای این گروه دست کم یک نفر از عزاداران شیعه کشته و شماره نیز زخمی شدند. اقدامات طالبان علیه آزادی مذهبی شیعیان در افغانستان بارها مورد توجه و محکومیت نهادهای حقوق بشری بین قرار گرفته است. در ماه مرداد سال جاری مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه گفت که طالبان آزادی مذهبی شیعیان هزاره در افغانستان را نقض کردند. شماری از کارشناسان و نهادهای حقوق بشری از اقدامات طالبان علیه مذاهب این کشور ابراز نگرانی کردند و آن را برای آینده جامعه افغانستان خطرناک توصیف کردند. چهره های سیاسی علما و فرهنگیان افغانستان بارها تاکید کردند که این کشور تنها با همزیستی و همگرایی تمام اقوام و پیروان تمام مذاهب میتواند به صلح و ثبات دائمی برسد و کسانی که علیه این همزیستی اقدام میکنند دشمنان مردم هستند